سهیونیست ها آدم های فریبکاری هستند. یه عده قلیل سهیونیست با سازماندهی بسیار پیچیده بر مراکز قدرت جهانی حاکم شدن. اونجوری که ما برآورد کردیم تعداد سهیونیست ها کادر اصلیشون حد اکثر 2000 نفر هست و 8000 تا عمله دارن. یه تعدادی هم منبع خبر دارن که جاسوسی میکنه برای اینها، یا خبر میداره یا خبر میاره. اما چون به مراکز قدرت در آمریکا در اروپا مسلط شدن، به مراکز مالی پولی مسلط شدن، به مراکز رسانه‌ای و تبلیغی مسلط شدن، جوری تبلیغات میکنن که انهو همه دنیا هستن و همه ملت ها با اونها هستن و اونها اکثریت حاکم بر جهان هستن. این یه دروغ بزرگ، همطور که یهودی بودن اونها یک دروغ بزرگ. اونها اصلا دین ندارن، اونها یک مشت دنیا طلب بیدین دروغگو هستن که فقط میخوان مسلط بشن بر ملت ها و کشورها و چپاول کنن حقوق ملت ها رو. شنیدم یکی از اونها اخیرا گفته است ایده ای اسرائیل بزرگ مرده است. من میخوام اینجا بگم که ایده ای اسرائیل کوچیک هم مرده است. ایده ای به نام اسرائیل مرده است، منتها اینا از زمان عقب هستن. همونطوری که ایده اسرائیل بزرگ 30 سال قبل مرد و اینها نفهمیدن و 30 ساله دارن دست و پا میزنن و جنایت میکنن، امروز هم من بهشون میگم ایده اسرائیل کوچیک هم مرده است. البته نصیحت میکنم بهشون که برای شما بهتر آن است که دست از ظلم بردارید، توبه کنید. اگه میخواید یه کار خوب بکنید در عمرتون، اینه که سرزمین فلسطین را ترک کنید، رها کنید این ظلم و تجاوز را، برید دنبال زندگیتون. خودتون اومدید یه عده‌ای رو هم به دروغ و فریب اسیر کردید، آوردید اونجا با وعده دروغ، تو شهرک ها سپر بلای خودتون کردید، پشت سر اونها میخواید جنایت های خودتون رو ادامه بدید. من نصیحت میکنم که بسه، 60 سال کار زشت کردید، جنایت کردید، برگردید، توبه کنید. شنیدید در خبرها شبکه قاچاق انسان درست کردن، از سایر کشورها قاچاق میکنند آدم های مستضعف، آدم های فقیر، آدم های بی اطلاع، اینها را قاچاق میکنند به سرزمین اشغالی و اون را سپر بلا میکنند. اگر اشغالگران متجاوزان بیایند و یه عده بی اطلاع، حتی یک عده بی گناه را سپر بلا کنند برای تجاوز، ملتی که در موضع دفاع هست باید مقابله بکند، حتی با اون بی گناه ها، حتی با اونهایی که ناآگاهانه به صحنه آورده شدند. من همین الان به شما بگم صدها تاجر آمریکایی الان اصرار داره که جنس به ایران بفروشه، ما امتناع میکنیم. همین الان چند تا سرمایه‌گذاری برخی از همین کشورهای اروپایی که اسم بردی الان اصرار دارن که بیان تو ایران سرمایه‌گذاری کنن، ما شرط گذاشتیم. شما آمدید برخی از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی ما را که پیام ملت ایران را به گوش برخی از ملت ها میرسند و از طریق ماهواره بود قطع کردید. تصور کردید که ملت ایران عاجز است. من میخوام به شما بگم امروز ملت ایران فناوری ساخت انواع ماهواره را در اختیار دارد و به فضل الهی اولین ماهواره مخابراتی و سنج در راه دور خود را به فضا پرتاب خواهد کرد. 2000 سهیونیست تشکیلاتی با 7000 عمله سهیونیست دنیا را با آشوب کشیدند. من میخوام به اونها بگم اگر خودشون دست و پای این سهیونیست را جمع نکنند، دست قدرت ملت ها این جرثومه های فساد را از صحنه گیتی پاش خواهد.